همگی به چنل بوریا بوتک خوش اومدید. امیدوارم روز خوبی رو بوده داشته باشید. سلام مکس، حالتون چطوره؟ خیلی اومده دلتون برای این کارت نرم تنگ شده بود؟ من و پوتی جمعون بزید خواهم دارت برای بردم تنگ شده بود خیلی زیاد. پس اینجوری بگی بچه های ریدن خلاصه یه عشقی لایک و کامنت و سابیاتون نره ویدیو امروز بعد از میشون بریم با همین ویدیو رو ببینیم. به این ویدیو امروز در مورد افرادیه که حمایت نکرد، یعنی آدمایی که ما انتظار داشتیم نکردن و آدمایی که انتظار نداشتیم حمایت کرد. ربطی به رپرها نداره، رپرها یه پارت جداست، بعدم بهش میپردازم. کلا در مورد افراد چیزه تلویزیونی سلبریتی ها. نفر اول احسان علیخانی. من یه بیوگرافی کلی بدم، ایشون مجری، برنامه‌گذار، کارگردان و اینکه رشته مدیریت بازرگان. چند تا از چیزای خفنش هم بخوام نام ببرم، برای مثال مثل سه ستاره نمیدم ببری. احسان جان خیلی خوش اومدی. عصر جدید. آینا شیخی از اندیمشک خوزستان. بفرمایید. بکنم توی این آره توی این جدید شروین هم رفته بود. این برنامه میدونی که اسکی از امریکاز گات تالنت ایکس فکتوری یا اون ایکس فکتور کلا اون برنامه های اون فرمتی بدین اجازه هم اصلا بیام. You know what? Good luck. Thank you. ماه عسل پوزر عروس، یعنی که پوز به مناسبت شغلشون آدما همیشه استایل و بلد نیستن. مثلا یه خانمی که استاد دانشگاه یا دکتره یا مثلا یه خانمی که وکیله، خب نمیدونه که روز عروسش چجوری باید استایل بگیره. این از اول تا آخر سرش رو تو کتاب بوده. برنامه جوکر هم فکر کنم با تهیه کنندگی و کارگردانی خودش جوکر. من یه سوال ازت دارم راست بگو. یه سری افراد اصلا داخل ایرانن و یه سری اصلا خارج از ایرانن. اصولا افرادی که خارج از ایرانن راحت‌تر بیان میکنن. مثلا خود من مثلا میام به هر کی بخوام گیر میدم. ولی خب میگن خارج از ایران نمیترسه. ولی من خودم مثلا که تفاوتش برات خب سبک‌تره تا اینکه تو ایران. یه سری هم مثلا تو ایرانن، حالا خانواده دارن، زن و بچه. نمیدونم نظر تو چیه. حرف من اینه که به نظر من میتونست یه استوری بذاره. به نظر من این آدم آدمیه که خب بالاخره منافعش از جمهوری اسلامیه. ولی این تاشو ببینی هر چیزی که داره از مردم داره. یعنی پروژه‌هاش به خاطر مردم موفق میشه. آره. درسته ما نمیخوایم تلاش کنیم. یعنی تلاشه... من خودم میشستم جوکر رو میدیدم و حال میکردم. مثلا گفتم ای بچه کارو باحالی کرد. ولی وقتی که تو داری برای مردم و با مردم پول درمیاری، باید طرف مردم باشی به نظر من. حالا میدونی مثال من اینه که آفرین. حالا بعضیا میگن ما خودمون تلاش کردیم به جایی رسیدیم. ولی مثلا شرکت‌های بزرگم هر چیزی. حالا برای مثال مکدونالد. مکدونالد درسته یارو از یه گیشه تلاش کرده به چیز کوچولو رسیده به این همه شو، ولی پولشو دارن کی میدن؟ مردم. واسه همین این مهمترین گزینش اگه بخوای یه هرم تشکیل بدی، صدر هرم مردم هن. چون مردم دارن اونا میچرخونن با پول. هی میاد رو کیفیت کاراش کار میکنه، هی بهتر میکنه برای مردم. یعنی کاری که میکنه برای مردمه. من میگم عشقی که میگیرن رو باید پس بدن. حالا ما میگیم تو ایران نگران خانواده‌ش هرچی، ولی دو سه تا استوری گذاشتن هیچ کاری بدی نیست. الان دیگه وقتشه هر کسی. الان که همه این همه آدم رفتن تو خیابون خاک تو سر. داریوش ارجمند. این اسمی بگم روک. میشناسیش؟ قیافه‌شو دیدم دقیقاً. این بازیگر. چقدر مثلا چه فیلمای بازیگر فکر می‌کنی؟ این تکلیفش مشخصه. این از اوناست که اصلا کلاً با نظام. کلاً از اولام بوده است. یه مصاحبهشو ببینید. واقعاً در رفتارش، در نگاهش، در گفتارش اسراری وجود داره که فکر می‌کنم از درکش برای ما از عقول ما خارجه. منظورش؟ وقتی که اون دوربین دستشه، وقتی داره راه میره پشت اون مسلسل نشسته جبهه رو نگاه میکنه، یا وقتی سر نمازه، یا وقتی تو آغوش مقام رهبری. اصلا این برجو ارجمند رو میشناسی؟ نه. این میگن عموشه. میگن که من میدونم فکر کنم همه، ولی میدونن تولیز قطعا. حتی اونم به عموش گیر داده بود. اینقدر چیزه. حالا این اولین بارش نبود، یه بار دیگه هم اومده صحبت کرده ضد زن شدید. فکر کنم اینو شنیده باشی. یادت میگفتن زنان، این میگفت زنان باید بدنسازی برن. یاد نیست خبرش ترکیه؟ آره یادمه. ببین چی میگه، پشمات میریزه. زنان سعی میکنن خرج رنگ و مو و ماتیک و ناخن و فلان ایناشونو خودشون درن. ولی در زن اجازه ببین الاسه ببین دیگه گفت زن کمک کردن تو رفتارشو الان با این زن ببین ببین چقدر زن ستیزه. اجازه بدین شلوغش نکن. شلوغش نکن. اینا رو هم ما میدیم. منم مثل اینکه زن دارم، ما دختر دارم، همه رو میدونم، همه رو میدونم. یارو خانومه میره وزنه بردار میشه، همین لهستانیه رو دیدین تو ایران هم خانومه وزنه بردار. آره آره، دو سال دیگه نه رحم داره
نه تخمدان داره. به تو چه؟ چقدر زمستی؟ به تو چه؟ اصلا رحم و تخمدان لهستانی به تو چه اصلا؟ نمیفهمم که چجوری این طرز فکرشون رو آره منم نمیدونم اصلا چجوری مخصوصی خود... شده داشته. یعنی نه تنها پیش خودش نگه نمیداره بلکه رو بقیه هم میخواد تحمیل کنه. میگه شما هم نکنید آقا تو نه. بعدی اینا که دیگه جهانی آجی. این اثر چیزه؟ اثر هنریه. نه این اثر سبزی کلو با همشون دستشون اینجوری میشه. ترابی میزنه با توی دروازه. دروازه پیکان باز شد و مهدی ترابی دروازه پیکان رو باز کرده. پاسکاری خوبشون و حرکت قشنگ تیمی دروازه دین 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 های مال و سگ بوخ بزن ادیتور. واقعا این آهنگو باید هی پلی کنه. آره واقعا این ساوند افکت خیلی جالبه. این که چیزینه میدونی که یه پنالتی دیگه هم خواسته بزنه ندادم بهش. آن بخاطر آن گل نزده دادم بهش. میخواسته بعدش تو این بلبشو پنالتی شده. پنالتی زنه پرسپولیس یه خارجیه بوده. دادم به این. این اومده به زور گرفته گل نزده. اگه گل میشد میخواست دوباره بده بالا. این قیارو چیزه گفتن یعنی واقعا به نظر تو این صرفا به خاطر این دیرین دیدین دیدین این کارو میکنه یا به خاطر اینکه فکرش با به خاطر منافعشه به خاطر اینه که واقعا ببین این چیز غلط آره دقیقاً فهمم خواستی توضیح بدم این دولت چیز غلطیه و هر کی ازش دفاع میکنه قطعا به خاطر منافع چون همه عقل و شعور دارن چیز غلطیه خیلی ها یعنی تو میگی هر کسی که اعتقاد داره که اینا مثلا اعتقادشون درسته غلطه چون اثراتی به عقیده نداره مثلا قلبی مذهبی نداره عقیده داره نه اصلا مثلا سیاست عقیده داره که یه کشور اینجوری باید داره آدم یعنی خطرناکی تعدلش میدونه که تعدلش میدونه که این اشتباهه آفرین مطمئنم چون فقط به خاطر منافعش اگه اعتقاد قلبی باشه اون شخص هم آدم خطرناکیه چون کار غلطی اصلا میکشن میبرن هیچ چیزی اصلا مطمئن ولی خب بعضی هم اصلا شستشو مغزی ان یعنی اون آدم های خطرناکی هم میشه همون ارجمند که میاد این حرف زن سدی زن رو میزن حالا گفتم یکی میشه این یکی میشه علی دایی و علی کریمی میریم با یه تیر سنشون بزن من الانم دارم میگم علی کریمی آدم آماده باشه بهترین فوتبالیست تاریخ فوتبال ایران جواد عزتی این چرا حاجی اینو میدونی چقدر من این اواخر خیلی هم محبوب شد یعنی اصلا خیلی اینو من خیلی کامنت دمونش کنم مثلا یه سریال میگفتم ما همه اینو دوست داشتیم این کدوم سریال جدیده بودش این مافیایی بود چی بود بچه‌ها تو کامنت نویسید یادمون رفت خیلی هم معروف با اینم خیلی معروف شد یعنی واقعا اصلا بازیگر خفنیه من نمی درک نمی کنم آخه من نمیتونم بفهمم چجوری تو میتونی به عنوان یه شخصیتی که از طرف مردم لاو میگیری بهشون این لاو ندی اصلا به همین راحتی چرا نباید عشقو برگرده یعنی حالا من خودم نه مثلا اندازه خیلی زیادی لاو نمیگیرم ولی واسم واقعا ارزشمنده یعنی تک تک کسایی که میان مثلا به من آره میفهمم اینا رو همه رو مثلا واقعا سعی میکنم برگردونم میفهمم چی میگی ولی مثلا میدونی کسی که این لابو میگیره از مردم ولی با مردم نیست دیگه خیلی واقعا باید سنگ دل باشه وقتی میبینی این ولی امیدوارم بیان به نظر من که هیچ وقت دیر نیست امیدوارم بیان حالا آخر کسی نیست. که افکارش خوب... تغییر میکنه قابل احترام نه ولی خب میدونی چیه خیلی هم میدونی شرایط حساسی هم هست یعنی روی اینا خیلی زوم بیشتریه آره تا کار اشتباه بکنن درسته ولی این اینم بگم من خداییش میدونم کار اشتباهی کنه نمیشه خیلی هم بهشون گیر داد که وای تو چرا نمیکنی ولی الان وقتشه یعنی الان وقتشه دیگه ببین منم من منظور اصلی حرف تو رو میفهمم ولی میگم دو سه تا استوری هیچ کیو نمیکشه دقیقاً من اینو دارم میگم کسی که این همه فن داره اون حرفش میتونه رو خیلی از آدما تاثیر بذاره اینو من مطمئنم وای من اصلا این اصلا همیشه از این بدم میومده حاجی نمیدونم چرا اصلا این وقتی میخواد اسمو در میاره حاجی وقتی میره پیش روبرتو کارلوس و اینا سری ویدیو میگه اون ویدیوشو دیدی با روبرتو کارلوس بعد اون که اصلا خیلی بابا حاجی با اون آهنگای تخمیش میخوای یه ویدیو ازش ببینی بیشتر حالت بچه ببین ببین یه سید بگم این مثل یکی از رپرهای ماست تو ایران مثل یکی از رپرهای فارسی ها. اصلا نمیخواست بگم کاراش خیلی فیک و تابلوه مثلا میخواست بگه این نگفته شما فیلم بگیرید آمیدونم این نگفته شما آمیدونم آجبایی نگو این نگفته شما فیلم بگیرید یعنی این هنر مثلا حالا به قول خودشون سوپر استار ایران هیچ واکشن شده بعد اون وقت ما باید آنجلینا جولی با اون عظمتش میدونی چند تا پست گذاشته قابل توجه کسی که البته همه میدونید ولی هستن تعداد کمی که ندونن آنجلا جولی کیه His father was one of the greatest assassins who ever lived the man who killed him is behind you Please
فیلمی بود. آره وانتد فیلم خفن، یعنی توقع نداریم ازش ولی دمش کم. این اولین پستشه. واقعا آنجلینا جولی خیلی دومی، این سومی که فارسی بوده. دیده بوده اینو؟ اینو دیشب انگاوش یا پریشب یادم نیست. من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمیخیزن، من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد. خیلی قشنگه. زیر شرط نوشته کی گفته؟ مصدق 1939 به دنیا اومد 1998، 7 سال بعد از تولد من. خدا بیامرزه. 2 سال قبل از تولد من. عزیزم. این چقدر دیگه هیت می... این از اول هم هیت میگه. این خیلی همیشه میخواد نشون بده که به فکر مردم و اینا، ولی همیشه تو شرایطی که باید واقعا نشون بده نشون بشه برخلافش. من احساس میکنم آدم ترسویه، من اصلا نمیخوام بهش تیکه بندازم، نمیدونم شاید غلط بشه. احساس میکنم خودش با اینا یعنی دوست نداره اینا رو. آره ولی خب ولی همون منافع، ولی توجیه خوبی نیست که بگی ترسویه. نباید حداقل خیلی روی این قضیه تاکید کنه که حالا نه ایران خیلی هم خوبه و فلان. آره آفرین، مخصوصا تو برنامه خندوانه. آره. هدفش انرژی دادن بود ولی هدف خیلی قشنگیه. نمیدونم آجی، ولی میدونی یه جورایی مثلا میدونی چی میمونه؟ مثلا این میمونه مثلا ببین آخه خب نمیخوره. ببین مثلا انرژی میده، میگه ایران کشور خوبیه. خب ببین من اصلا مشکل مثلا میدونی چی میمونه؟ مثلا اون گوسفندی که میخوان سرش رو ببرن قبلش آب میدن بهش یا همچین. آره دقیقاً اینشه، این ایشون کارش اینه. این پشمای منو ریزوند. آره من با سریال های این خیلی خاطره دارم. آره منم همینطور. مثلا این که گوسفندی بیش نیست، این مثلا این از فردوسی پور رو خواسته بگیره، این از اولا جاش که تو میگم نگیره اگه واقعیت این چیه؟ امپورنگه؟ نه علیرضا تلیس چیه؟ چرا شبیه امپورنگه؟ اینم من که اصلا دنبال نمی کنم، نمیدونم اصلا نمیشناسم. اگه من اشتباه میکنم بچه تو کامنت بنویس. من توقع نداشتم. نداشتی از اون؟ توقع نداشتم که حمایت نکنه، حمایت کرد. ببین فکر کنم این عکس اشتباه اینجا اومده، فکر کنم ولی خب قضاوت بیجا باشه، ولی فکر کنم دو سه تا پست گذاشت، ولی این تو موقعیت خیلی بدی بوده سر اون لبش بخواد لب و لو و اینا. آره نمیتونم قضاوتش کنم، ولی مطمئنم کرده و کردام قطعاً همون کاری من احساس کرده بود. به نظر زده. من خیلی هنجار شکنی بود برای جمهوری اسلامی. این زده، این احساس کنم تو خطره، یعنی نمیدونم. من یادمه منم تو اینستا اوایل اولین عکسو گذاشته بودم بین رپر. آره یادم، من یادم اون موقع همه مثلا اون موقع دیگه کوپساره هنجار شکن، هنجار شکن موقع در حد مثلا چیز بود، نباید بود، نباید میشد. ولی چرا میدونی که یه بار اینو تو را بیو جا گذاشتن؟ یعنی چی جا گذاشتن؟ نمیدونم یا خودشون. خیلی برام جالبه که بدونم گوی سیرکل خودشون با هم دیگه چه داستانی دارن. من میدونم، اجازه گفتن بعدم به خودم بگم. باش بچه‌ها معذرت می‌خوام، ولی اجازه گفتن نه. این که بابا این قیافش اصلا معلومه لامصب، ولی خیلی بانمکه حاجی. چرا خیلی بده آدم کسی که دوست داره اینجوری بشه. این زورشو زده، من اینجا میگم تو این ویدیو اگه مردم فوشن این پستو گذاشته پاک کرده. پاک کرد گفتم پاک کنن. ببین اینا هر کدومشون ببین بعضیاشون قلبی هستن و فشار روشونه، بعضیاشون قلبی هستن. آمد قای نه ببین میترسم ریاکشن نشون بدم، مثلا دوستش نداشته باشه. آره ببین میترسم ریاکشن نشون بدم بعضیا خوششون نیاد. نمیتونم واقعا، ولی بچه کوچیک داره. نمیدونم آجی، شاید ما داریم چرت میگیم. تو کامنت ها کسی میتونه مؤدبانه نقد کنه توضیح بده قطعا. آدمی که همه باش خاطره دارن حتما در فشار. نمیدونم این که اصلا بره گمش. اه جوکای شوهرعمه‌ای چرت و پرت هم میگه همش. یعنی من از این میسوزم. این که میدونی 95% فالووراش فیک. من دست رو تمام کتابای مقدس میذارم، رو تمام کتابای مقدس دست میذارم. میا خلیفه، میا خلیفه واکنششون داده. این میدونید که فیلم های بر انتار اونجوری میگم که یوتیوبیه. این میا خلیفه. ببین باورم نمیشه که این به فکر مردم این از اون ریبندی با 20 میلیون فالوور فیک نیست. اینم گذاشته، توییت هم گذاشته، تو هشتگ هم گذاشته، اینم گذاشته. یه بار هم ویدیو تو خرج چه صحنه یا جی قدر قدرت. از بعضیا که انتظار داری نرفت، از بعضی که انتظار نداری رفت. بله ولی قضاوت بیجا تو ویدیو نمیکنم، من خودم به عنوان آره شخصا. آره من خودم شخصا. بعضیا که 100% معلومن با این ورن، اونا که شک توش نیست و معرفه شخصی مهمه، ولی بعضیا بودن تو این لیست یا تو لیستای دیگه هستن. نمیدونم نظری نیست. ولی من یه چیزی بگم، به نظر من وقتش نیست به کسایی که مثلا شاید نمیتونن و چیزی نمیگن بیایم تمرکزمون رو بذاریم روشون. یکی آفرین خیلی قشنگ. دو این که یکی داشتن یه چنلی میدم یادم نیست، داشت قشنگ میگفت، برگرفته از توییت شاهین نجفی بود، داشت میگفتش که یعنی ما میتونیم سلبریتی که نیستن رو تسخیر کنیم، یعنی بهشون بفهمونیم که باید باشن، نیازشون داریم.
تا اینکه بریم فوششون بدیم. منظور منو میفهمی؟ یعنی با فشاری که روشون میاریم بفهمونیم، یعنی ما بهشون فشار میاریم که اظهار نظر کنن، و وقتی اظهار نظر میکنن یعنی فهمیدن و با مردم. نمیدونم، ولی نمیدونم دارم درست به نظر من کسی که چیزی نمیگه بیشتر با مردم، یعنی کسی که اظهار نظر نمیکنه. فکر میکنی این درسته این حرف من یا نه؟ خب خیلی بودن چیزی نمیگفتن و من مطمئنم خیلیش، من اصلا دو سه تا که نه، ولی پنج نه. البته خیلی هم با اونورم به خاطر اینکه هیت نشن چیزی. ببین من بهت بگم این یه موضوعیه، نمیشه در موردش اظهار نظر کرد. باید هر کی قلب جوری که مثلا خودش فکر میکنه باید تو سر اون یارو باشی تا ببینی چه خبره. یکی مردم ببین اصلا نمیشه. ببین مثلا من اس نمیبرم، دو سه نفر اصلا من میشناسم، مثلا من میدونم متنفرن از این اظهار، ولی اظهار نظر نکردم و میدونم هم چرا اظهار نظر نمیکنن. به نظر من میتونستن یه جوری بفهمونن دیگه. ببین من با اون رفیقم، مردم که با اون رفیق نیستن. مثلا همین تو نمیتونی مردم رو قضاوت کنی، نمیتونی اونا رو قضاوت کنی و هیچ چیزی نمیمونه. خیلی هم میتونن خیلی، ولی ببین یه چیزی هم میتونی سوسکی چیزاشونو نشون بدن. نمیشه. ببین الان بهت میگم چرا منظور من. ببین وقتی یه دختر بچه میره تو خیابون به خاطر کشور جانشو از دست میده، تو نمیتونی بگی که این نفر از ترس کاری. نمیشه اینجوری باشه. نمیشه انقلاب اونم مردم اونم باید بترسه. باید بترسه. واسه همین عکسشو بردم. ببین نمیشه مردم این انقلاب به دست بیارن بعد اون کسی که اظهار نظر نکرده هم سر پیاز تای خیارو بگیره هم سر خیار. مثالم بده. منظورم اینه که نمیتونی نون به نخ روز بشه بگه من توی ریزه چیزی نگفتم. هم خرو بخوره. هم مرسی. سر خیار بزن و سر نمیشونه. قبول دارم. قبول کن. قبول دارم 100%. امیدوارم که ولی میدونی فضا کاش یه جوری باشه که دیگه کم کم همه ورود بزنن نظرشون. امیدواری یه قشنگ بود. ترسیدم گفتم شاید یه چیزی دیگه مخالفه داشتم، ولی خیلی قشنگه. آره من امیدوارم اونایی که نیومدن بیا. من فقط چیزی که میدونم کسی که اومد و دیگه یه کاری نکنید ناراحت شید. اوکی بالاخره چند نفر هست. به همه فرصت بدید آقا. یعنی واقعا خیلی تحت فشارن و واقعا شاید براشون واقعا هزینه بزرگی داره حتی یه استوری که شما خیلی راحت میذارین و اون کسی که میاد شهامت نشون میده حالا بعد مثلا 20 روز 30 روز 40 روز بازم ارزشمنده به نظر من. وقتی فکر تغییر کرد و به این نتیجه رسید که باید با مردم بشه. نه اصلا اگر... شجاعتش پیش اومد. آره و اگر نیتش بیره. پاک بوده باشه تمام. لایک و کامنت و ساب یادتون نره. چیزای زیادی از زندگی نمیخواستم، همونا هم نشد. اول از همه پولدار شید و بعد سلامت باشید. گود بای.